صحبت هاتون دو جا اشاره کردید به بیماری سنگ کلیه. میخوام بیشتر در مورد این صحبت بکنیم که تغذیه چه ارتباطی داره با سنگ کلیه و چقدر میتونه مهم باشه در این زمینه. بسیار خوب. از شاید که راجع به اینکه اصلا سنگ کلیه چگونه ایجاد میشه در بدن ما، دو سه تا تئوری در علم پزشکی مطرحه. بله. ولی طب سنتی یکی از این تئوری‌ها رو قبول داره و اون که به صدا اشباع خون از موادی که رسوب میکنه. خیلی ساده عرض کردم، یعنی در واقع خون وقتی که غلیظ میشه و لزج میشه، زمینه ایجاد سنگ رو درش ایجاد میکنه. این راجبه اینکه چگونه سنگ تولید میشه. خب چرا خون غلیظ میشه؟ غلظت خون ارتباط خیلی قوی داره با نوع تغذیه ما. یعنی اگر ما تغذیه مناسبی نخوریم، تغذیه‌ای که ما اصطلاحاً بهش میگیم خون رو غلیظ میکنه، اگر از اون تغذیه استفاده بکنیم، در افرادی که مستعد هستن باعث ایجاد سنگ کلیه میشه به مرور. اگر کسی امروز با شکایت سنگ کلیه به بیمارستان مراجعه میکنه، اینطور نیست که دیشب اون غذایی که خورده صبح در سنگ رو ایجاد کرد، بلکه یک فرایندی که شاید دو سه ماه طول کشیده تا به نقطه ای رسیده که این سنگ بزرگ شده و ایجاد درد کرد.